سلام میکنم به تمام دوست باشه آنایتا بیاد او اس شه تو بعدی آها یعنی پس الان ورودش اینجا میخوره به این شما میگی بعد من خدا بزرگم یه بار دیگه که این ترتیبش هم در بیاد خدا رحمتش کنه مرد در جریان گرفتاری خونتون هستم و چی به خاطر همین به خاطر همین نه دیگه بسن نه اگه به خاطر همین نه یه خورده سخت میچرخه احساس بکنم بگید بسن خب یه خطی بدیم دیگه دویتا در باز میشه یه چیزی میدید بیشتر باز میکنه اینجا علی اومی که یه جیبه یه چیز نه یه صدایی تو برد سال پیش سروش روح بخش نویسنده کار مجموعه رو می نویسه و خب خدمت آقای کیایی ارائه میده بعد با پلتفرم فیلمت صحبتی میشه اونها هم استقبال میکنن و بعد توی مرحله بعد که مرحله انتخاب عوامل و کارگردان بود ما دعوت شدیم در چه نمیدیم؟ بگو بگو نه سخت نیست برو بازیگری دیگه نباید بیاد نما خونده شد و این کار خیلی جذاب و خوب و قابل دفاعی هستش تصور این که یک موجود دیگری شاهد و ناظر آدم هست به ما اونو نمیبینیم خب فکر کنم همه این حس رو داشتن اصلا ندیده بودم در ایران سریالی توی این ژانر ساخته بشه برام خیلی جذاب بود و بعدش هم خب اسم آقای پرستو بشه ژانر وحشت جزء دوستا ژانر محبوب سراسر دنیاست نه فقط من به همراه کمدی ژانر وحشت جز محبوباست و مورد علاقه خیلی از فیلمبین ها و دنبال کنندگان سینماست و منم به طبع یکی از علاقه مندان و به اصطلاح فنای این ژانرم و آره چه بدونم بسیار ژانر لذت بخش و جذابی اینکه چه شکلی من با مجموعه آشنا شدم و کار کردم من خب قبلتر یه مجموعه فیلم کوتاه ژانر وحشت کار کرده بودم که خب خدا رو شکر اقبال خوبی داشتش پیش مخاطبا دوستان توی این مجموعه دیده بودن و دعوت کردن به همکاری و منم که بسیار برام اتفاق خیلی جذابی بود این کار رفت بالا ما هم باباش تون میشیم ولی یه چیز یادتون باشه که تر یه چرایتی گولا گفتن رو فراموش نکن یعنی همش بگیم این گولا مجموعه خیلی حرفه‌ای بودن تهیه کننده عوامل مجریه‌تر و به قولی کلن تیمی که پشتیبان این کار بودن و فیلم نامه ها همه اینها دلایلی بود که این همکاری اتفاق بیفته و ببینیم میتونیم یک حرکت جدی توی ژانر وحشت داشته باشیم یا نه Thank you.
شرایط نسبت من با سریال آنها شاید یک کمی با بقیه بازیگرای این سریال فرق داشته باشه. سروش ایده ها رو پرورش میداد و مینوشت، برای ما میخوند، ما میترسیدیم و یکی یکی فرار میکردیم. شروع نوشتن فیلمنامه های سریال آنها که توسط آقای سروش روح‌بخش رفیق کار درست من نوشته شده، فکر میکنم برمیگرده به هولوش 4 سال یا 5 سال قبل که توی یه کارگاهی شکل گرفت که منم یکی از اعضاش بودم. از همون موقع همه ما اعضای اون کارگاه چند نفره تجسم میکردیم و آرزو میکردیم که کی میشه که این سریال ساخته بشه، چون به شدت متناش رو دوست داشتیم. 12 تا بود که الان توی این سری 10 تاش ساخته شده. محمد یه لحظه ببینه ها کن دستش کجاست نمی؟ اینجا از سر لطف چپ به راست بنویسی درست یک کشه ایسا دیگیشن. بهتون قول میدم که ژانر وحشت متفاوتی خواهید دید. یه ژانر وحشت با رعایت تمام اصول کلاسیکش در متن، در صداگذاری، در فیلمبرداری، در دکوپاژ، در نورپردازی، در نوع بازی‌ها. بذارید این ادعا رو بکنم که ژانر وحشتی خیلی شبیه به سریال آنها در ایران نداشتیم. من فکر می‌کنم خود فیلمنامه یه ذره فضاش جدی بود، جان جامد وسط دوز ترس از جنس جامپ اسکیر و ترسای لحظه ای اینها ندارن. ترسشون از جنس وهم بیشتر، مخصوصا جان جامد که من خیلی دوستش دارم. البته اون اپیزود رو هیچ خودم کلی فکر کردم که من میشه. 2 ماه شبکاری بود کار، بعضیا بدنشون شرایطشون اجازه نمیده که شب رو خیلی بیدار باشن، ولی خب من اصولا چون آدم شب بیداریم برای من همیشه خیلی لذت بخشتر از روز کار کردنه. تو حالا بعدم میبینی، تو یه آدم میبینی که همینجوری وایسای داره حرکت میکنه فیکسه، خب یه هایی اینجوری میشه. نیلاد جرموز بسیار همراه، بسیار آدمو آزاد و رها میذاره تو کار، و مخصوصا من که خیلی میترسیدم از اینکه بد نشه، من تا حالا فیلم ترسناک بازی نکردم، ممکن چه اتفاقی براش بیفته. ژانر وحشت بله میتونه با مخاطب ما ارتباط برقرار کنه اگر یه سری فاکتورها توش رعایت بشه، اینکه واقعا جدی گرفته شده باشه و روش کار شده باشه، با فرهنگمون هم جور در بیاد میتونه موفق باشه. واقعا هستن که ما مردم ایران خیلی با این قصه ها، با این افسانه ها ارتباط برقرار میکنیم. عجیبه که اگر بگیم تو سینما این اتفاق نمیتونه بیفته. برو بهش بگو من با همه سر دارم بابا، هر وقت شما دارم خیالت را چی بهت گفتم بابا. برو دیگه داخل بره، داخل بره دیگه. بله برو تو. توی این اپیزودهایی که ساختم واقعا هر کدومشون یک مشخصهایی دارن که خیلی واسه من جذابه. مثلا ویو ابدی علاوه بر وحشت چیزهای دیگه ای توش داره که خیلی واسه من جذابه. هولا هولا همینطور به یه شکل دیگه، همه چی تمام یک حالت روانشناسانه‌ای داره واسه من جذابه. Thank you.
بزنیم و بریم به کار رو برسیم. فرصت زیادی خیلی برای مثلا تمرین و اینها نداشتیم. شاد؟ کارگردان ها هم در واقع سابقه کاریشون رو در واقع نگاه کردم و اینها یا به اصطلاح تحقیق کردم، دیدم که خب کسانی هستن که میتونن از پس این کار بر بیان و خوشبختانه این اتفاق افتاده در مورد جفتشون هم واقعا، ضمن اینکه دو تا تیم حرفه‌ای در اختیارشون بوده، این آقای فرشاد محمدی، آقای امیر جعفری، در واقع اینا فیلم بردارهای در واقع قابل و قول معروف کاربلدی بودن که هستن، در واقع کارهای حرفه‌ای کردن، کارهای سینمایی کردن، فیلم بردار حرفه‌ای، گریم حرفه‌ای، صحنه حرفه‌ای، همه چی در واقع عوامل در واقع همه حرفه‌ای بودن، به خصوص بازیگرایی که به سب انتخاب کردیم بازیگرایی بودن که واقعا میتونم بگم که به ذرس واته بگم که بازیگرای با تجربه‌ای بودن، جوان بودن ولی با تجربه بودن، همه اینها دست به دست هم میده و آدم احساس میکنه که خروجی خوبی باید داشته باشه. راجبه نقشم، نقش یه آدمیه که ناخواسته درگیر ماجرای فرانسوی میشه. آدم ها آدم ویژه‌ای نیست، خوب یه آدم معمولیه، اتفاقی که براش میفته اتفاق ویژه‌ایه. به من گفتن که میخوایم یه کار در ژانر وحشت بسازیم. واقعا تیم ترسناکیه، فکر کنم خیلی در ژانر خودش موفقه، برای اینکه از یه دری وارد شده که اون در خیلی همزاد پنداریش برای ما زیاده. یکی دومو میزنی ریاکشن میدم، چیزی خاصی نیست برمیگردم. دو رو میزنی ریاکشن میدم برمیگردم، دوباره یه خورده صبر میکنی. سه رو که زدی من همه رو یادداشت میکنم، علامت سوال میزنم، میزنم بلند میشه. فقط باید احتمالا آقای جعفری هم بدونه برای حرکت که از کجا حرکت میدونه. پات واقعا اینکه اعتماد کردن به ماها که یه حرکتی بزنیم که قاعدتا اگر هر جای دیگه صحبتش میشد میگفتن که خب نه ژانر وحشت جواب نداده، اکثرا میخوان سمت کمدی برن یا اجتماعی کار بکنن، ولی این فضا رو در اختیار این ژانر گذاشتن، در اختیار من و کارگردان دیگه دوست عزیزم میلاد کرموز قرار دادن که ما این کار رو انجام بدیم، واقعا تشکر میکنم. بله بفرمایید. در این حال ما کار انجام دادیم که اینها همش جزء سختی‌های کار بود، ولی خب الان
آن خدا رو شکر نتیجه که میریم احساس میکنیم که میتونه رضایت بخش باشه. واقعا میخوام این تشکر رو خالصانه و صمیمانه از تک تک بچه ها بکنم که کنارم بودن و این فرصت خلق شد که ما این کار رو انجام بدیم. دست تک تکتون رو میفشارم و انشالله که بتونیم رضایت همه بیننده های عزیزم رو تا حدود زیادی جلب کرده باشیم. من احساس کردم که این کار جاش در واقع توی کارهایی که داره انجام میشه خالیه، ولی وقتی دیدم که این کار هر قسمتش در واقع یه قصه خاص داره، ولی مجموعهش انگار از یه نقه تصمیم میذاره و جانش هم جان رو بحشته، بعد احساس کردم یه همچین کاری جاش خالیه. احساس میکنم که کار کار خوبیه و چه بسا ما بتونیم بعدها از این نوع کارا داشته باشیم. من واقعا مردم رو دعوت میکنم به دیدن دفعه ایزو.